همیهنان عزیزم درود بر شما در این روز گرم تابستانی با دومین بسته خبری امروز در خدمت شما هستیم. جنگ کفتارها بالا گرفت. تهدید و فهاشی زاکانی بر علیه پزشکیان راحتت نمی گذاریم. آماده شدن اسرائیل برای نابودی حزب الله و محور مقاومت. اطلاعاتی که ارتش اسرائیل را آماده ی حمله می کند. از شما همراهان عزیز مثل همیشه می خواهیم که لطفاً همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. جنگ کفتارها بالا گرفت. تهدید و فحاشی زاکانی بر علیه پزشکیان راحتت نمیگذاریم. در خبری بسیار مهم و فوری علیرضا زاکانی شهردار تهران در واکنش به کمپین جمعآوری امضا برای برکناریش از مقام شهرداری تهران گفته است که این کمپین از لحاظ حقوقی فاقد جایگاه و مضر است. زاکانی روز پنجشنبه در حاشیه هیئت دولت به خبرنگاران در این زمینه گفت متنی که من دیدم سراسر تهمت بود و من تعجب کردم. او افسود از طرفی رویه نیز رویه نادرستی است و این مثل آن میماند که کسی رأی آورده باشد و ادعی بیایند و از طریق جمعآوری تعدادی امضا بخواهند رأی آن شخص را در انتخابات پس بگیرند منابع در داخل نظام تایید کردند که تشکیل این کمپین برای برکناری شهردار فاسد تهران به حدی او را آشفته و پریشان کرده است که او در اقدامی بیسابقه و طی یک تماس تلفنی با مسئول پزشکیان او را تهدید کرده که اگر اقدامات اینچنینی نزدیکانش ادامه پیدا کند او و اصولگراها نمیگذارند که با خیال راحت به کارش ادامه دهد منابع نزدیک به ستاد پزشکیان و تایید درگیری لفظی بین این دو گماشته ی علی خامنه‌ای گفتند که علیرضا زاکانی از ادبیاتی بسیار ناشایست استفاده کرده و کار را تا فهاشی و تهدیدات بسیار جدی بر علیه مسعود پزشکیان پیش برده است. کارزار شهروندان تهرانی برای برکناری زاکانی شهرداری تهران پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری که زاکانی هم یکی از نامزدهایش بود، به راه افتاده بود. در همین رابطه زاکانی در ادامه مصاحبه خودش گفته این اقدام از لحاظ حقوقی جایگاهی ندارد و به لحاظ افکار عمومی مضر است چه بخواهد برای شهرداری باشد چه دولت و چه هر کس دیگر ما به ازای این اقدامات الغای یک تکانه و بیثباتی به جامعه است این کار نادرست است رویداد 24 نوشت پس از اقدامات شهرداری تهران درباره پارک قیطریه درخواست برکناری زاکانی در پلتفرم کارزار آغاز شد پلتفرمی که چهرههای مطرح محیط زیستی نیز پشت سر آن قرار داشتند این کارزار با انتخابات مقداری کند شد اما رفتار انتخاباتی شهردار تهران باعث شد دوباره رجوع به برکناری زاکانی شدت گیرد حامد بیدی مدیر پلتفرم کارزار به این رسانه گفت این کارزار 22 فروردین شروع شد و پیرو شیوه پاسخگویی شهردار تهران به موضوع پارک قیطریه و کارزار آن موضوع ایجاد شد. کارزار پارک قیطریه فراگیر شد اما پاسخهای نامناسبی از زاکانی و شهرداری دریافت کردیم. بنابراین بحث استیزاه زاکانی مطرح شد. او افسود موج اول کارزار حدود پنجا هزار امضا گرفت. وقتی به انتخابات رسید مقداری سرعت رشد امضاها کم شد بعد از انتخابات سرعت رشد آن بالا رفت که به خاطر شیوه رفتار زاکانی در انتخابات مورد توجه قرار گرفت. بر اساس این اظهارات از سه روز قبل که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران علیه این کارزار سخن گفت و کلا کارکرد کارزار را زیر سوال برد، تعداد امضاها رشد بیشتری پیدا کرد و از مرز 100 هزار امضا هم عبور کرد. ببینید این مدیریت انقلابی که آقای زاکانی یا همون آقای تانک از صحبت میکنه همینه محیط زیست ما رو همینجوری مثل تانک از روش داره رد میشه ببینید تهران الان پیشتر درخت دارن خوش میشن اون هم درخت های کاج که خیلی هم با کم آبی میتونن زندگی کنن ببینید هر دو هفته سه هفته یه بار میان یکی از اینا رو خط میکنن و میرن این مدیریت جهادی و انقلابی آقای ساکانی هست این که میبینید تقریبا خوش شده چند وقت دیگه از دارم میروند این رو قط میکنن دیگه یه ما دیگه از ازش بگذاره این هم خوش میشه این کامل خوش شده نمیدونه دیگه که قط کردارم شاید یکی دو ماه پیش اینو قد این رو قط کرده واسه که آقای تانک زحمت این در این کمپین با اشاره به ناکارآمدی زاکانی در حل بحرانهای تهران آمده است از شورای شهر تهران انتظار می رود تا بار این مسئولیت سنگین را از روی دوش ایشان برداشته و بر دوش اهلش بگذارد تهران پس از انقلاب شهرداران و مدیران شایسته و توانمندی به خود دیده که همگی حی و حاضر برای خدمت به شهر و شهروندانند. مملکت و رجال نیست و با وجود افراد صالح و شایسته گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیت های بزرگ به مسابه خیانت در امانت و ایراد خسارت به کشور و مردم و باعث مدیونی و خسران دنیا و آخرت است. آماده شدن اسرائیل برای نابودی حزب الله و محور مقاومت اطلاعاتی که ارتش اسرائیل را آماده ی حمله می کند. واشنگتن پست در گزارشی نوشت در شرایطی که نگرانی ها از جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان افزایش یافته برآورد می شود حزب الله 130 تا 150 هزار راکت و موشک ذخیره کرده تا در جنگ احتمالی تمام عیار علیه اسرائیل از آنها استفاده کند این روزنامه آمریکایی در گزارش خود که روز چهارشنبه 20 تیر منتشر شد نوشت که این گروه مسلح لبنانی تحت حمایت جمهوری اسلامی دارای راکت های هدایت شونده و غیر هدایت شونده، توپخانه ضد تانک و موشک های بالستیک و ضد کشتی و همچنین پهپادهای مجهز به مواد منفجره است. بر اساس این گزارش اکثر تسلیحات حزب الله از نوع غیر هدایت شونده است، اما اگر به تعداد زیاد پرتاب شوند، تهدیدی برای پدافند هوایی اسرائیل محسوب می شوند. حزب الله که از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، دارای یک شاخه نظامی و حزب سیاسی است که پس از انقلاب سال 57 در ایران و با حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شد. این گروه اکنون به یکی از قوی ترین گروه های غیر دولتی در خاور میانه تبدیل شده و سال 2006 زمانی که نیروهای اسرائیلی آخرین بار به این گروه حمله کردند خود را تقویت کرده است. به نوشته واشنگتن پست، حزب الله محموله های بزرگی از راکت ها و پهپادها را از ایران حامی اصلی خود دریافت کرده و اخیرا شروع به تولید سلاحهای خود کرده است این گروه همچنین دارای قابلیت های دفاع هوایی است که اکثر گروه های مسلح فاقد آن هستند در صورت وقوع جنگ میان اسرائیل و حزب الله زرادخانه این گروه امکان درگیری پیچیده و چند جبهه‌ای را فراهم می کند که می‌تواند به مناطق بسیار دور از خاک اسرائیل برسد واشنگتن پست به نقل از تحلیلگران تخمین زده است که ذخیره موشک و راکت حزب الله بیش از چهار برابر ذخیره هماس قبل از جنگ کنونی غزه است. این گروه لبنانی میگوید بیش از 100 هزار سرباز دارد که بیش از دو برابر برآوردها درباره نیروهای جنگی هماس پیش از جنگ کنونی غزه است. اوایل تیرماه روزنامه تلگراف به نقل از منابع خود فاش کرد گروه حزب الله مقادیر زیادی سلاح، موشک و مواد منفجره ساخت ایران را در فرودگاه اصلی غیرنظامی بیروت ذخیره می‌کند. علی وزیر حمل و نقل لبنان و از متحدان حزب الله در کابینه این کشور این گزارش را تکذیب کرد اما این روزنامه بریتانیایی گزارش داد که این انبار شامل موشک های فلق ساخت ایران، موشک های کوتاه برد فاتح 110، موشک های بالستیک متحرک جاده و موشک های M600 با برد بیش از 150 تا 200 مایل است. واشنگتن پست نیز به نقل از کارشناسان تسلیحات نوشت که حزب الله هنوز برخی از تسلیحات خود را علنی نکرده است. پیشتر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله گفته بود که این گروه پس از هفتم اکتبر تنها از بخشی از سلاحهای خود در حملات به شمال اسرائیل استفاده کرده است. ارتش اسرائیل با استفاده از جتهای جنگنده، تانک، پهبادها و دیگر مهمات به جنوب لبنان حمله کرده و مواضع حزب الله را هدف قرار می دهد. تنشها میان حزب الله و اسرائیل که تقریبا به صورت روزانه درآمده ده ها هزار غیر نظامی در دو سوی مرز لبنان و اسرائیل را آواره کرده است. حزب الله در جریان این درگیری ها از موشک ها و راکت های کوتاه برد استفاده کرده است. این گروه ابتدا تانک ها و سایر تجهیزات فنی اسرائیل را در نزدیکی مرز هدف قرار داده و سپس به پادگان ها و پایگاه های نظامی حمله کرده است. بهمن سال گذشته حزب اعلام کرد که برای اولین بار در زمان جنگ کنونی غزه موشک فلق یک را به سمت یک پایگاه نظامی اسرائیل شلیک کرده است. پرتاب این موشک از آنجا که ساخت ایران است، باستاب گسترده‌ای در رسانه ها داشت. خبر ذخیره موشک و راکت از سوی حزب الله چند روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رویترز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از دو سایت نظامی عمده متعلق به سپاه پاسداران در نزدیکی تهران گزارش داد که جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در این دو سایت به شکلی چشمگیر توسعه داده است. در خبر دیگر و پس از آنکه گفته شد رهبران حماس از ترس افزایش تلفات در جنگ غزه پیشنهاد توافق را پذیرفتهاند وزیر دفاع اسرائیل طی سخنانی در پارلمان اسرائیل اعلام کرد این کشور 60 درصد از تروریست های حماس را در غزه از بین برده است روزنامه اورشلیم پست روز چهارشنبه دهم ژوئیه برابر با بیستم تیرما به نقل از ژنرال یوآو گالانت نوشت اسرائیل بخش عمده 24 گردانی را که شاخه نظامی حماس در آغاز جنگ در اختیار داشت متلاشی کرده است. به گفته ای این مقام نظامی اقدام ارتش اسرائیل تا کنون منجر به نابودی بیش از 14 هزار تروریست و پروپاشی چارچوب نظامی حماس شده است. وی به نمایندگان توضیح داد همه چیز طبق قانون و مطابق با نیازهای عملیاتی پیش رفته است. گارانت همچنین اعلام کرد که مشروعیت بین المللی شرط مهمی برای ادامه عملیات است. وی در بخش دیگری سخنان خود توضیح داد پیشنویس بخشنامه ها در چند هفته ی آینده به برخی یهودیان افراطی ارتودکس که قبلا از خدمت در ارتش اسرائیل معاف شده بودند ابلاغ خواهد شد منابع اسرائیلی روز دوشنبه 8 ژوئیه برابر با 18 همه تیر ماه گزارش دادند بر اساس پیام داخلی ارسال شده میان مقامات ارشد نظامی حماس در داخل غزه با رهبران سیاسی این گروه تروریستی در خارج از غزه حماس به دلیل افزایش تلفات خود در جنگ مجبور شده از بعضی خواستهای خود عقب نشینی کند تا زودتر با اسرائیل به توافق برسد و بیش از این متحمل خسارات و تلفات سنگین نشود. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم ما حمایت کنید. پاینده ایران